باشندگان برخی از ولسوالی های هرات از تاثیرات بد اقتصادی بر وضعیت زندگیشان شاکی‌اند. شماری از باشندگان ولسوالی های هرات میگویند که خشکسالی آنان را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده و در صورتی که دولت برنامه های حمایتی در روستاهایشان عملی نکند شرایط سختری را سپری خواهند کرد. از سوی اداره احیا و انکشاف دهات هرات از تطبیق برنامه های به هدف کاهش فقر در ولسوالی های هرات سخن میزند و میگوید همکنون کار 571 پروژه در 19 ولسوالی هرات جریان دارد. خشکسالی سال روان روستانشینان در ولسوالی های هرات را در شرایط بد اقتصادی قرار داده است. شماری از باشندگان ولسوالی های هرات میگویند که خشکسالی اثرات بد اقتصادی بر زندگیشان گذاشته است و از دولت میخواهند تا برای جلوگیری از مهاجرت و شرایط بهتر زندگی در مناطقشان در زمینه اجرای پروژه های انکشافی چون تأمین آب، کارآفرینی و تهیه علوفه به مواشیشان برنامه هایی را روی دست گیرد. ما 120 تا گوسفند داشتیم، 120 تا 40 تا دارنده قرار باقی مانده را دست دادیم. اگر به ما کمک نشه، همکاری نشه، شاید اینا را هم تلفات دیم، بیایم به شهر، بیایم مهاجر شیم، به شهر هم جا و جگاهی نداریم، خیلی وضعیت ما اقتصادی ما خراب. کشتی بودیم بی خود هیچی نشده، اون یک چکه نیه که ما به خوردن حال بخوریم. گوسفند که بجا خوب باشه. 30 40 تا به هر کس بمونده یا 10 تا بمونده، ان حال ما خیلی از دولت تقاضا داریم که به ما کمک بده. که ما بتونیم که همین 20 تا 30 تا ما بتونیم جمع کنیم. اگر دولت به ما کمک نده هیچ ما به هیچ نوعی ما نمیتونیم اینا جمع کنیم. پولی هم بدیشتیم مصرف کردیم اونام که بوده اونام بمردن. همزمان با این اداره احیا و انکشاف هرات از تطبیق 571 پروژه انکشافی در 19 ولسوالی این ولایت سخن میزند. به گفته رئیس این اداره این پروژه ها به هدف کاهش فقر در روستاها روی دست گرفته شده که شامل برنامه های میثاق شهروندی، برنامه ملی آبرسانی، افزول صحه روستایی، برنامه ملی انسجام صحاوی و برنامه انرژی پایدار می شود. و بودجه که برای سال 1400 ما منظور شده 1.6 میلیارد افغانی است. ما از شروع سال مالی تا اکنون 83 پروژه را در سکتورهای مختلف با هزینه 183 میلیون افغانی با پای اکمال رساندیم تا ختم ماه جوزا که ربع دوم میشه و پروژه که فعلا تحت کار است در سطح 19 واحد اداری ولایت هرات 571 پروژه است که پیشرفت اوسط تمام پروژه ما فعلا از لحاظ تکنیکی 41% پیشرفت کار داره و هیچ نوع پروژه ما لحاظ تکنیکی و یا امنیتی مشکل فعلا نداره. الحمدلله کار به شکل نرمال پیش میره. تعداد پروژه های سال جاری بر علاوه پروژه های انتقالی سال 1399 شامل 969 پروژه می شود که به هزینه 2.3 میلیارد افغانی است. از سوی هم شورای ولایتی هرات خواستار سرعت کار در پروژه های اداره انکشاف دهات در ولسوالی های این ولایت است و تاکید دارد که آغاز به کار این پروژه ها در کنار ایجاد سهولت برای روستانشینان فرصت های کاری خوبی را نیز به آنان فراهم کرده است. 41% کار را پیش رفته و کمی که کار که به تاخیر افتاده تا اندازی که باید بیشترتر کار پیش میرفت دیر رسیدن پول از مرکز است. بعضی پروژه ها هنوز فیصدی پولی از مرکز انتقال داده نشده به هرات. به طور درست در تمام نقطه های ولایت هرات در قریه و قصابه کار پروژه ها ادامه دارید، مشکلی در ارتباط نیست. بیشتر این پروژه ها شامل پروژه های آبرسانی، آبیاری، ترانسپورت، پروژه ساخت و ساز، پل و پلچک و مکتب می شود که به طور مستقیم 717 هزار نفر و غیر مستقیم تمامی اهالی مناطق از آن مستفید می شوند. اداره انکشاف و دهات هرات در حالی از تطبیق 571 پروژه آمال منفیه در ولسوالی های این ولایت سخن می زند که به گفته دیاغین این ولایت خشک سالی بی سابقه ای را تجربه می کند.